ما برداشتی که از دین داشتن مسلمانان قبل از انقلاب، خب یک برداشتی فکر میکردن مثلا فرض کنین کارهای نیک کردن، از جمله آزار نرسوندن به این و اون، از جمله سر کار خودگر بودن و به کار دیگران مزاحم دیگران نشدن، عیسی به دینش موسی به دینش، از این حرفا بود. یعنی مسلمانی اینجوری تعبیر و تفسیر میشد و عمل میشد در مراحل بسیار زیادی، از همون سرچشمه بگیریم تا مثلا هر جایی که گلبانگ مسلمانی بود. ولی خب انقلاب ثابت کرد اینطوری نیست. مسلمانی به خیلی چیزها وابسته است. از دید ولایت مهمترین اونها دانشمند معروف آقای روازاده. یعنی اگر این اقدام نوره معروف چه نقشی داره، اگر استفاده نکنین چه اتفاقی میفته؟ اینو قبل از انقلاب مگر میذاشت؟ نه نظام میذاشت، نه همینجا در سیاهی نمیذاشت این گنج دانش و علم و معرفت راهی پیدا کنه به میکروفون و دوربین تلویزیون و رسانه ها و آزادی نبود دیگه. میشتمه باید سپاسگزار باشیم. پروفسور، دکتر، دانشمند، هر چی که بگید، عالم، حکیم، همه اینها روازاده. شرط اصلی مسلمانی که اگر عمل نکنید دیگه مسلمان نیستید. با هم میبینیم. خب من اینم ببینم اینجا مثل یه آها یه مسئله جریان دیگری هم براتون بگم. اینم چند وجهیه. آقا امام رضا علیه السلام میفرماید اگر توانستین هر روز نوره بذارید، نوره همون واجبی میشه. نتونستین یه روز در میون، نتونستین دو روز در میون، نشد هفتگی، نتوانستین دو هفته یک بار، نشد تا بالاخره ماهی یک بار. اگر اینو گوش بدین که چون من دنبال شرطم تحقیق کردم خیلی با ارزشه، راحت در اختیار شما قرار بدم. اگر یک ماه گذشت نتوانستین پول نداشتین قرض کنید واجبی استفاده کنید. اگر 40 روز گذشت مسلمانی واجبی استفاده نکرد مسلمان نیست. بله اگر 40 روز گذشت و مسلمانی نوره یا همین به گفته عالمانه ایشون واجبی استفاده نکرد، خب مسلمان نیست. شده از همسایه در همسایه بده قرض کنید. نداریم از ما اینکه جهانی رو برای چی گذاشته. درسته ما تحریم هستیم، ولی راه های تحریم رو، دور زدن تحریم رو برای واردات نوره و واجبی اینایی که علمای ما بهتر از هر کسی میدونه. حسن از اتحادیه اروپا کمک بگیریم. این روابط حسنه رو با اتحادیه اروپا با ما داره برای چی میخوان؟ برای روز مبادا میخوان. همین روز مبادا است که این آمریکایی‌ها نمیذارن. این ترامپ و اینها هم که با این کنگرسمن ها و سناتورها و اینا تصمیم دارن باز تحریم میکنن، تحریمات واجبی و نوره و بقیه مخلفات به گفته آقای روازاده رو، و مردم رو از مسلمانی ساقط کنن. کافیه یه همچین کاری رو انجام بدن و 40 روز امت همیشه دستن و گاهی هم هاج و واج رو از مصرف واجبی دستشون رو کوتاه کنن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مسلمان نیستن. و همین سادگی. بی خودی نیست این آقای روازاده، یک نمونه از دانشمندان ولایت مدار هست. بی خودی نیست که میگه حتی این درخت کاج آمریکایی هم که وارد شده این خطرناکه. آمریکایی وارد کردن که ایران رو دوچار خشکسالی کنه. و بقیه دستاوردهای علمی بسیار است، بسیار هست که خود این بابا روازاده برنامه های ویژه‌ای میخواد و بقیه علما و دانشمندان آزاد شده در پی برقراری جمهوری اسلامی. یکی از دستاوردهای کوچیک انقلاب اسلامی همین دستاوردهای علمی هست. و من دستاوردهای علمی میگم از بس زیاد هست، گاه آدم به این نتیجه میرسه که ما باید یک نه تنها فرهنگستانی مثل اون فرهنگستان حداد عادل را بندازیم، بلکه یک مرکز علمی بزرگی ما باید را بندازیم که تمام اینها رو درش مستقر کنیم و نذاریم دست اجانب هم بهش برسه. دست اجانب نبوده مبادا بهش برسه، چون اینا شروع میکنن از همین کارا کردن دیگه.
مگه نکردن این کار در طول تاریخ؟ در سنجاقک مال ما بود، اومدن نگاه کردن استعمار و انگلیسی ها و بقیه و امریکایی ها و اروپایی ها آمدن نگاه کردن، به دقت رفتن از روی سنجاقک ما هلیکوپتر ساختن. این رو یکی از علمای دیگه ای ما گفته. همراه شما عزیزان خواهیم بود. و یکی دیگه از مهمترین دستاوردهای انقلاب این هست که نسبت آدمیان از دید علما با الاغ و نقشه شیر در این میون. خب به این مسائل پیچیده علمی اینا رو ما قبل از انقلاب نمیدونستیم باید چطور حل کنیم، ولی علما اومدن اینها این مسائل رو اومدن به زبان خیلی ساده گفتن، هرچند کشف خود اون موضوع بسیار زمان برده، خیلی پیچیده بود، از اختراعات اتمی و غیر اتمی و از اختراع رادیو دست کم مشکل تر بوده، این رو من ضامن. به هر حال میبینیم نسبت برخی از ولایت مداران ما با اون چی که ایشون این عالم ربانی و گاهی هم البته سبحانی میگه. از بیماری های سینه توسط شیر الاغ است، مخصوصا الاغ خوب میشه. حالا رفته خورده، آقایان فتوا دادن این اگر دو نفر باشن یکدیگر چی میشن؟ برادر یا برادر خواهر. خب نسبت به بچه خود الاغ چی میشن؟ بحث استفتا کردن دیگه. آقا اینجوری نیست، باید مادرش و مادر بزرگش و نه آقا سوال شده. خب بالاخره نسبت به این بچه الاغ چی میشه؟ خب سوال فقهی شده. از که اگر روزی مثلا اون بچه الاغ بزرگ شد، اینم برادر شیری اون کرخر بشه، میتونه سوار بشه یا نه؟ کشیده بحث مشاجره، آیا بچه الاغ هم برادر شیری میشود یا نه؟ یعنی حق سواری دارند یا نه؟ یا اصلا صدق میکنه که مثلا میشه برادر سوار شد یا نه؟ خب ببینید این بسیار روشن شد. سواله مسئله پیچیده است که اگر شیر الاغ کسی خورد در زمانی که نوزاد هست و اینا، بعد نسبتش با الاغ چه میشه؟ اینو بارها ما پخش کردیم، به شکل‌های مختلف درباره صحبت کردیم. گفتم صحبت علما بسیار ارزشمند، بنابراین هر بار یک از یک زاویه و یک بهره‌مندی تازه هست که می‌بینید. این مسئله پیچیده به میمنت و مبارکی با به روی کار اومدن آیت الله خمینی و بازماندگان و میراثداران او ادامه راه خط امام، که الان در همون خط امام که میدونیم چه اتفاقاتی افتاد، از جمله مهمان نوازی سفارت آمریکا و بالاخره سر از این در آوردن، که هر کدوم خط امام خط بسیار پربرکتی بود، افرادی که چنین کردن خب میبینیم به مقاماتی رسیدن که مپرس. از این موضوع که بگذاریم، این علما رو مشاهده کردین، دانشمندان رو مشاهده کردین. یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب، من با تأکید اینو میگم چون میبینم در این آمریکا چه سرگردانی وجود داره و در جاهای دیگه، یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اینه که این مشکل ایرانیان عزیز حل شد. ما نمیدونستیم چطور باید تنبون خودمون رو بپوشیم. انقلاب برای ما این مسئله حیاتی و مهم رو حل کرد. میبینیم پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروهه. شما میدانید که اولا دستور داریم در آداب لباس همودن شلوارش رو انسان میخواد بپوشه بنشینه بپوشه، ایستاده شلوار نپوشید. در روایت داره اگر کسی ایستاده شلوارش رو بپوشه، خدای متعال به درد او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه. بله خب ملاحظه کردید این مسئله حل شد. دستور از در روایت که هست که دیگه اصلا مولا در ازش نمیری به قوله معروف. خب اینو نمیذاشتن، ما همینطوری هر جا میخواستیم ایستاده تنبون میپوشیدیم، در حال راه رفتن گاهی وقت داریم یک تنبون میپوشیدیم یا به قول علما تنبون میپوشیدیم، با یکی حرف میزد یا آداب و رسومی داشت. مگر میذاشتن قبل از انقلاب ما این امر حیاتی پوشیدن تنبان رو بهش توجه کنیم؟ به کار عادی همینطوری بامون اونو میپوشیدیم و
یا به قول بعضی ها ور می کشیدیم و می رفتیم دنبال کار زندگیمون. سر پر سرات همه چیز درست، رد شدیم، رد داریم، رد میشیم، میریم صدا کردن برگردن یه قلم اینجا هست، شما تنبونتون ایستاده پوشید. علما به فکر اونجا هستن. اینی که آیت الله خمینی میگفت ما آخرت شما را هم آباد میکنیم، اینه به فکر پر سرات من و شما بودن. بس بود این همه همینطور سر از خود هر طور میخواستیم تنبونمونو بالا میکشیدیم. این نکات رو باید توجه کنیم، در حرف علما باید دقت کنیم. این نکات رو باید توجه کنیم.